آخرین دیدار از روز دوم هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران امشب با پیروزی تیم فوتبال استقلال به پایان رسید. تیم‌های استقلال و راهن ساعتی پیش در ورزشگاه آزادی تهران به قضاوت علیرضا فغانی و در حضور نزدیک به 7000 تماشاگر به مسافه هم رفتند که در پایان آبی پوشان پایتخت مقابل شاگردان علی دایی به پیروزی 2-0 دست پیدا کردند. در این دیدار آرش برهانی در دقیقه 9 برای شاگردان قلعه‌نویی گلزنی کرد تا استقلال نیمه اول رو با پیروزی به پایان برسونه. در ادامه مهدی رحمتی در دقیقه 36 ضربه پنالتی بهادر عبدی رو مهار کرد تا بهترین موقعیت گلزنی راه آهن از بین برود. در نیمه دوم باز هم استقلال به گل رسید و در دقیقه 82 میثم باو یار تعویضی آبی پوشان با ضربه مهار نشدنی گل دوم استقلال رو به ثمر رسوند تا این تیم 12 امتیازی بشه. به رغم این نتیجه استقلال همچنان در رده دهم باقی مون، راهن هم با 12 امتیاز در رده نهم ایستاد. هشتمین هفته از مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه کشور با برتری پرگل فجر سپاسی شیراز امروز مقابل داماش گیلان و شکست فولاد خوزستان در خانه زباهن اصفهان و برتری سبای قم برابر گوهر زاگرس درود پیگیری شد. تیم فوتبال پرسپولیس هم که باید فردا در همین هفته به مسافه نفت تهران بره بدون اینکه بازی رو برگزار کنه به دلیل نتایج دیگر تیم ها از رده 16 به رده 15 صعود کرد. به نظر میرسه که استقلال داره به شرط آرمانی مورد نظرش نزدیک میشه. ازم بوزیتون که اگه بخوایم درباره بازی استقلال راه هم بازی کنیم، دو نیمه متفاوت داشت. نیمه اولش کاملا یه بازی فوتبال ساکن بود که استقلال از یه فرصت پیش اومده استفاده کرد و ضمناً راهن هم پنالتی رو از دست داد، یعنی بار فنی در نیمه اول وجود نداشت. اما در نیمه دوم یه بازی واقعا فوق فیزیکی بود، خیلی داور خیلی خوب قضاوت کرد و تونست بازی رو حفظ بکنه و در یه زمانهای بازی دست راهن بود، میتونست به گل برسه، بازم راهن استفاده نکرد و استقلال تونست بازی رو برگردونه و خیلی خوب بازی رو تموم کرد. و اینی هم که شما الان گفتید که استقلال داره روزای خوبش نزدیک میشه، باید همینجور باشه. استقلال یکی از پرمهره‌ترین تیم‌هاست و همچنین پرسپولیس و یه نظم و انضباط خاصی تو تیم استقلال هستش که مرحوم کادر فنی شونه و من فکر کنم که استقلال روز به روز بهتر میشه و امروز نیمه دوم بازی خیلی بهتر بود. اما هنوز لیگ ایران شگفتی های زیادی داره، هنوز هیچ که نمیتونه پیش بینی کنه چه اتفاقاتی میفته. نمیدونم، یه فوتبال در اینجا یه جور دیگه ایه. یه مقدار در مورد اگر که شما نگاه کرده باشید دو ست تیم ملی ما رو، یه زمان ما آرزو بود که این پیرانه تنه بکنیم. الان یه عده مثل که پیرانه تیم ملی سیر شدن و نمونش آخر نتیجهی که ما مثلا مقابل لبنان گرفتیم و الان هم لیگ ما داره از خواب بیدار میشه و تیمایی که مهرهای بهتر دارن دارن نتیجه میگیرن و امروز برد حق استقلال بودش. آقای شرفی، به تیم ملی اشاره کردید، با توجه به گلزنی آرش برهانی و گل زیبای میثم باو در این دیدار، آیا فکر نمی‌کنید که کارلوس کیروش به جای تکیه بر بازیکنان ایرانی تبار لیگ‌های اروپایی یا بازیکنان پا به سن گذاشته به بازیکنان جوان ایران بیشتر میتونه میدون بده؟ اصلا بزرگتون که میگفتم فوتبال تو ایران یه حالت خودشو داره، با همه جای دنیا فرق میکنه. ما نمیتونیم منکر قابلیت های کیروش بشیم، یه مربی بزرگیه که همه دنیا قبولش دارن. اما انتخاب آدمایی که اطراف کیروش هستن به عنوان این که ایرانی هستن و از خلقیات و اخلاق و رفتار و طرز زندگی ایرانی ها بتونن به کیروش اطلاع بدم و فوتبال ما رو به اونا معرفی به کیروش معرفی بکنم، من فکر کنم این مقدار ضعیفه. و مثلا نمونهش همین بازی که کردیم، بچه های ما لحاظ روحی و روانی آمادگی اردیهای بلند مدت رو ندارن. اینو باید به کیروش بقبولونه، یعنی بهش بگن که آقا اینجا این بچه ها با این شرایط میتونن فوتبال بکنن. شاید تو اروپا شما بتونید یه بازیکن یه مانگر دارین دو مانگر دارین، اما تو ایران بیشتر از 3-4 روز که میشه مسائل احساسی پیش میاد، دوری خانواده بچه و اینا رو بازیکن اثر میذاره. ضمن اینکه خب الان دیگه انگیزه ای برای بازی در تیم ملی نیست، یه سری آدمای ثابت هستن که در تیم ملی در هر شرایطی بازی میکنن و حالا تحمیل میشه به کیروش یا نمیدونه، چون من دور هستم و تیم ملی نمیتونم قضاوت بکنم و اینا همه دست به دست هم دیگه داده که تیم ملی ما امروز به این روز بیفته و
و اگر شما بازی واقعا تیم ملی رو نگاه میکردیم بیشترشون اصلا یه بار زمین نخوردن، اصلا پیرنشون یه ذره مثلا خیس نشد. خب این فوتبال دیگه دورانش تموم شده. وقتی که تو یه فوتبال روز دنیا لیونل مسی میابش که تو خط در قدم حریف توپ میگیره، دیگه این حرفا نیستش که من هافبکم فقط توپ به من بدید من تقسیم کنم، یا من فورواردم من فقط منتظرم توپ به من بدید من گل بزنم. الان فوتبال از بسکتبال نزدیکتر شدن یارو من دیگه. متشکرم آقای شرفی.